آسیاب آبی. در این تحقیق درباره آسیاب‌های آبی که در افغانستان سابق رواج داشت و چگونه ساخته می‌شد و باورهای مردم در مورد آن چی بود، معلومات تقدیم می‌شود. آسیاب آبی دستگاه سنتی است که در آن بعضی غلجات و حبوبات را میده وارد می‌کنند که ساختن چنین آسیاب‌ها بیشتر میان مردم دهات زراعت‌پیشه معمول بوده و رواج دارد. آسیاب‌های آبی یا آسیاب آبی قسمی که از نامش پیداست، با استفاده از فشار آب دستگاهی آن کار می‌کند که در افغانستان سابق تقریبا در مناطق مختلف این کشور آسیاب آبی وجود داشته است. آسیاب آبی از قدامت تاریخی زیاد برخوردار است. گفته می‌شود قبل از میکانیزه شدن و به وجود آمدن ماشین‌آلات، مردم در هر جایی که آب وجود می‌داشت امکان ساختن آسیاب را به دست می‌آوردند. معاون سرمحقق عبدالحفیظ، انجینر بخش تکنولوژی و تخنیک مرکز ریاضی و فیزیک اکادمی علوم افغانستان، درباره آسیاب‌های آبی معلومات داده گفت مردم برای به دست آوردن آرد حبوبات که در قدیم آن را با دست آرد می‌کردند که بالاخره دستاس یا آسیاب دستی اختراع شد. پس آنها متوجه شدند که ما می‌توانیم از انرژی آب که از سر کوه‌ها پایین می‌آید استفاده نماییم که یک چرخ را دور بدهد. آرد کردن جو گندم در افغانستان که یک کشور زراعتی است، بیش از 5000 سال رواج داشته است. آنچه به نام یک آسیاب آب است، به این معنی است که به اندازه یک آسیای آبی را چرخانده بتواند و سرکوبش هم اضافه از 2 متر باشد. اگر ما اون را به تکنیک امروزی بگوییم که یک نل با قطر 30 اینچ و پر از آب باشد، میتواند یک آسیاب را بچرخاند. آسیاب یابی متشکل از 2 سنگ پهن و گرد که وسط آن سنگ بالایی سوراخ است، روی هم قرار می گیرد و از درون آن یک میله یا آهنی یا چوبی به زمین وصل می شود. ناودان چوبی که از آن آب با سرعت می آید و چرخها را به گردش می اندازد. همچنان دول آسیاب که در آن غلات را می ریزند تا از طریق آن غلات بین 2 سنگ آسیاب بریزد و آرد شود. محمد یاسین، باشنده چاردهی کابل، در مورد نحوه کار آسیاب‌های آبی توضیح داد و از مکانی که برای آسیاب انتخاب شود میگوید آسیاب‌های آبی در بعضی قسمت‌هایی که آب فراوان دریاها وجود دارد هنوز هم استفاده می‌شود. تا جایی که من دیدم آب چشمه‌ها آنقدر مؤثر تمام نمی‌شود، زیرا آسیاب آبی با یک فشار بسیار قوی آب ضرورت دارد. میگویند در همین چاردهی کابل که ما زندگی میکردیم در قدیم آسیاب‌های آبی بوده است و زمانی که سرعت آب زیاد میشد و چرخ سنگ‌ها هم سره میشد، حتی گندم در بین 2 سنگ آسیاب میسوخت. اکثرا کوشش میشد که آسیاب را در یک جای چقر که ارتفاع آن از جایی که آب میریزد بسیار پایین باشد و در اینجا اتاقی میساختند و در این اتاق یک مجرا یا سوراخی میگذاشتند و ناوه چوبی که آب را هدایت میکرد در داخل این اتاق در قسمت وسطی قرار داده میشد و سنگها در قسمت که آب میریخت چوبی را قرار میدادند که پله آسیاب را به گردش میآورد. آسیاب آبی زمانی که اجزای آن فعال شد و آب به اندازه کافی قوی و تیز می‌گردید و برای گرداندن پره‌ها و سنگ‌ها آماده بود، آسیابان شروع به کار می‌کند تا این دم که مشتری گندم یا جو جواری را به آسیاب آورده، کنار هم به نوبت می‌چینند و همین که آسیاب چالان شد دیگر متوقف نمی‌شود و شبانه روز کار می‌کند. البته آسیابان یک نفر می‌باشد و مردم که آنجا هستند با وی همکاری می‌کنند. در ضمن مردمی که شبها با آسیاب میمانند قصه ها و میله های را برپا میکنند. نورالم، باشنده شیوکی کابل که آسیابونی کرده است، در مورد مزد کار آسیابش میگوید در منطقه شیوکی 5-6 آسیاب آبی داشتیم، اما حالا چون خشکسالی شده آسیاب ها همه غیر فعال هستند. ما در سابق خروار 4 سیر یا سیر 1 پاو مزد خود را میگرفتیم. سنگ های آسیاب در هر جمعه تیزکاری می شد و سنگ های آسیاب ساخته شده در کارخانه سنگ تراشی در 40 ستون کابل بود. همچنان یک چیز دیگری هم داشتیم که آن را تک تکی یا شیطانک می گفتیم که چوب را شورک می دهد تا گندم آهسته بیاید که درشت و دلده نشود و یا بسیار میده نشود. بعضی ها میله می کردن و تنور آسیاب را سرخ کرده مولیده و فطیری پخته می کردن. و شبهای زمستان که دراز بود آن را نوش جان می نمودند و اگر اضافه می ماند فردا برای چای صبح برای فرزندانشان نیز می بردند. و در یک شبانه روز ما 2 خروار گندم آرد می کردیم و هر کس به نوبت گندمش را در آسیاب آرد می کرد و اگر کسی آرد ضرورت می داشت ما برایش آردم می دادیم. قابل ذکر است که در آسیاب بر علاوه گندم، جو، جواری و بعض حبوبات دیگر حتی نمک های بلور و نمک های سنگی را برای طعام میده می کنند و مردم کاری نو آسیاب را می پسندند.
میرزمان باشنده ولایت لغمان در این مورد میگوید آسیاب یابی در منطقه ما بسیار رواج است. حالا ماشین های برای عرض کردن گندم رواج یافته، ولی مانند آسیاب های یابی نمیتواند درست کار کند. نان آرد آسیاب یابی مزه‌دار است و مردم در سابق بالای قاطر و مرکب جووری گندم و نمک را با آسیاب میبردند که به نام نمک کابلی یاد میشد. ناگفته نماند که در دو موسم بیشتر از همه فصل های سال در آسیاب ها ازدحام است، یکی با جمع‌آوری کشت بهاری و دیگر فصل خزان است که آسیاب ها به اصطلاح پرچوی ندارد. حاجی محمد سرور باشنده میدان وردک از آسیاب های یابی و کار یان یاد کرده میگوید نظر به چشم دیده که خودم دارم، مردم جواری، گندم و حتی باقلی را هم در آسیاب های یابی یارت میکردند و آن را با کا یک جا کرده برای مواشیشان میدادند. وقتی تعداد مردم در آسیاب زیاد میشد، مردم به نوبت حبوباتشان را میبردند تا آرد کنند. امکانات جور شدن آسیاب ها در هر منطقه نبود و به همین دلیل مردم نوبت را مراعت کرده و حبوباتشان را آرد می نمودند. در گذشته و امروز آسیاب های یابی در اختیار متنفذین و زمینداران بزرگ بود و اشخاص عادی اجازه ساختن آسیاب را نداشتند. آقای زدران باشنده ولایت پکتیا از یک تشبث کاری در زمینه ایجاد آسیاب های یابی می گوید که به همان اندازه که آرد و گندم ما کم بود، به همان اندازه آسیاب های ما هم خرد و کوچک بودند. از چوب درخت بلوط یک ناوه می ساختیم و داخل آن را خوب چقور می کردیم و با چرخ وصل کرده و آسیاب کوچک فعال می شد و هر زمانی که کارش خلاص می شد آسیابش را هم پرچو می کرد. باید گفت نظر به وقت و زمان مردم در مورد آسیاب ها بعض پندارهایی نیز دارند که گویا در آسیاب جن و بلا گاهی دیده شده است و آسیاب را مکان می خوانند که در آن اشخاص کم جرأت نمی تواند شب را به تنهایی بگذراند. آقای زدران در این باره از خاطراتش قصه می کند ما خود ما آسیاب داشتیم و بعض ریش سفیدان منطقه می گفتند که در قدیم بلا وجود داشت است و این بلاها در آسیاب ها می بودند و زمانی که می آمدند دروازه خود به خود باز و بسته می شده است. یک روز که من و برادرم مصروف آرد کردن گندم در آسیاب بودیم، برادرم گفت که من میرم و تا آسیاب را پرچو کرده بیا. همین که برادرم رفت و تا گندم را آرد کردم ناوقت شد و رفتم تا آب را بالای آسیاب قطع کنم. همین که آب را قطع کردم و میخواستم حرکت کنم که چیز مرا به طرفش کش کرد و هر قدر کوشش میکردم که چیغ و فریاد کنم نمیتوانستم. در همین وقت برادرم را دیدم که با من نزدیک شد و پرسید که چی شده است؟ گفتم نمیدانم، چیزی است که مرا نمیگذارد که حرکت کنم. برادرم خندید و گفت چیزی نیست، دامنت زیر سنگ شده است. همچنان باورم مردم است که میگویند زمانی که آسیاب را میساختند یکی از پرزه های آن به دست شیطان افتیده بود. آسیاب کار نمیکرد تا اینکه روز متوجه میشود که هیولای داخل شده است که با دیدن آن آسیابان به مقابله برخاست و توانست او را مطیع خود سازد. در این باره محمد یوسین قصه ای را نقل میکند. یکی از شبها پشک داخل آسیاب می شود و آسیابان با او به مقابله می پردازد تا اینکه او را تابع خود می سازد و پشک را گرفته به خانه می آورد و به خانمش می گوید که بالای او خاکستر تنور بیندازد تا بیرون نشود. و در یکی از روزها که زنها در بام نشسته و قصه می کردن، خانم آسیابان می خواهد که طفلش را بغل کند. همین که دست پیش می کند به جای طفل پشک را بغل می کند و بسیار می ترسد و کوشش می کند که وی را از خانه دور کند. به همین خاطر او را بالای خاکستر تنور می برد تا از خانه اش گم شود و همین که خاکستر تنور را می بیند از خانه آسیابان فرار می کند. در مورد آسیاب و آرد بعض اصطلاحات هم وجود دارد که شماری از مردم به کار می برند، مانند اگر آسیاب بابا هم از بنوبت است و یا می گویند فلانی زبانش برای آسیاب واری است. این اصطلاح به کسان صدق می کند که خیلی زبان تیز دارند. درباره آسیاب اصطلاح‌های دیگری هم نزد مردم وجود دارد. محموده باشنده شهر کابل در این مورد گفت مردم میگویند چیز آسیاب کند است و چیز گندم تر است. به اصطلاح به کسانی گفته می شود که تنبل هستند. همچنان اصطلاح دیگری وجود دارد که میگویند بین دو سنگ آرد هستم. این اصطلاح زمانی به کار برده می شود که برای دو نفر چیزی گفته نمی تواند. همچنان اصطلاح دیگری هم است که میگویند آسیاب سنگ را بالایم می چرخاند. مثلا این اصطلاح بیانگر ظلم و جبر فامیل هاست بالای روزهایشان. باید یادآور شد که امروزه با آمدن ماشین‌آلات برقی و دیزلی آسیاب های یابی در اطراف و اکناف شهر کابل و دیگر مناطق کمتر شده و همچنان خشکسالی های هم یکی از عوامل است که وسایل سنتی را کم رونق ساخته است.
تا به جای آن مردم به سوی دستگاه های مدرن امروزی رو بیاورند. منبع مطلب کتاب دریچه به سوی فرهنگ مردم، نویسنده آن شمیلا جاوید و مهریه انوری.